عظیم‌زاده اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز صبح اطلاعیه‌ای صادر کرد مبنی بر اینکه به کارگرای نیشکر هفتتپه بعد از 13 روز اعتصاب و اعتراض و 4 روز تجمع و راهپیمایی مستمر در شهر شوشولی فرمانداری و مصلای این شهر امروز صبح تعرض شده، تقریبا به خاطر اینکه دیشب ساعت 2:30 نصف شب یک اتوبوس یگان ویژه در منطقه هفتتپه مستقر کردند و امروز صبح هم که کارگرها رفته بودن جلوی فرمانداری شهر شوش مشاهده کردند که 2 تا اتوبوس یگان ویژه رو از شهر اهواز به این شهر شوش منتقل کردند که احتمال سرکوب کارگرها میره. اتحادیه آزاد کارگران ایران در این ارتباط فراخوانش چیه؟ ببینید، ما حدود یک ساعت پیش اتحادیه یک فراخوان رو منتشر کرد، بیانیه رو منتشر کرد و طی اون از مردم شوش و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی کارگری خواست و اونها رو فراخوان داد که به فوریت از کارگران شرکت نیشکر هفتتپه حمایت بکنن. همونطور که در جریان هستید، کارگران شرکت نیشکر هفتتپه 13 روزه در اعتصابن، 4 روز متوالیه و امروز پنجمین روز متوالیه که دست به تجمع در مقابل فرمانداری شوش میزنن و خواهان پرداخت حقوقهای معوقه 4 ماه حقوق معوقه خودشون هستن. ببینید، اون چیزی که این وسط وجود داره اینه که شرکت نیشکر هفتتپه 26 هزار هکتار زمین زرخیز داره، رودخونه بزرگی مثل دز آبش بیدریغ بالای سر این زمین هاست. اون وقت بخش خصوصی که 2 سال اینجا رو تحویل گرفته، ظرف 2 سال گذشته مدام حقوق کارگران رو نداده و عنوان میکنه که نداره و نمیتونه. مسئله خیلی ساده است. چنین زمین رو با این ابعاد، با اون زرخیزیش و آب رودخانه دزبال سرش دست هر انسان نتوانی بدهی، واقعا ممکن اونجا سود نده؟ ممکن اونجا کارگر رو دستمزد کارگرش تامین نکنه؟ که این امکانی وجود نداره. واقعیت اینه که ببین، ما میتونیم بفهمیم، ما میتونیم تا درک بکنیم که تحریم بنبست اقتصادی، فلج اقتصادی و آقایون خودشون این بلا رو سر مملکت آوردن و از این بابت ازشون طلبکاریم، ولی علارغم این یک کوچولو قابل فهمه که مثلا در فلان کارخانه قطعه‌سازی با توجه به وضعیت که وجود داره حقوق کارگر رو 4 ماه، 3 ماه، 2 ماه یه وقت ندن. ولی اما در هفتتپه که تماما محصول کشاورزیه، کشت میشه، 26 هزار زمین حاصل خیزه، رودخونه دد بالا سرشه، مگه میشه اینجا سود نده؟ مگه میشه اینجا حقوق کارگر تامین نده؟ به این معنی میخوام بگم که اونجا فقط مشغول غارتگریان، قبل از اون دولت مشغول غارتگری بود، شیره جان هفتتپه رو کشید داد دست بخش خصوصی و بخش خصوصی کی؟ فامیلای خودشونن. طبق اون بحثایی که خود طبق اون شنیده هایی که ما داریم از هفتتپه، این شرکت در دولت روحانی به اعوان و انصار و به اصطلاح وابسته های به دولت و به آقای جهانگیری واگذار شده و فقط مشغول غارتن و در مقابل اعتراضات کارگران نه تنها از یک ذره از آذر ماه سال گذشته اعتصاب کردن، آذر ماه سال گذشته اعتصاب بزرگ کردن، وعده دادن، در کنار وعده ده ها کارگر بازداشت کردن و قرار شد که مثل اتفاق خوبی بیفته و ارزم به خدمت شما که خواسته کارگران محقق بشه. نه تنها محقق نشده، از اون تاریخ به این طرف 800 میلیون دلار شوخی نیست، 800 میلیون دلار کارفرما گرفته. کسی نیست بگه آقا چیکار کردی، بالای چشت ابروه. ولی کارگری که در چنین زمین حاصل خیز و زرخیزی با اون آب و با اون امکانات که دست هر ناتوانی بدهی ازش کرور کرور ثروت میتونه تولید بکنه، اون وقت بیاد بگه من ندارم به کارگر بدم و کارگرم 13 روز اعتصاب بکنه، 4-5 روز متوالی اعتصاب بکنه، اون وقت گارد ویژه بزنن سرش، اون وقت سر نماینده هاش انقدر فشار بیارن که نماینده بیاد بیانیه بده بگه بچه ها یواش آروم، گذشته عبرت اون بشه که منظورش اشاره به اون دستگیری هست. این فشار روشون بذاری چه عبرتی؟ چرا ما عبرت بگیریم؟ اون کسانی باید عبرت بگیرن که کارگر هفتتپه رو دارن 2 سال سرکوب میکنن ولی کارگر هفتتپه دست از حقاقیش نکشیده. باید درس عبرت رو اونا بگیرن و امروز بلافاصله به فوریت نیروهای گارد ویژه یگانه ویژه رو از شوش و هفتتپه بیرون بکشن و بلافاصله خواست کارگران رو محقق بکنن. با فراخوانمون به کارگران شرکت نفت در خوزستان، به کارگران صنایع کلیدی، به نهادهای داخلی کارگری، به نهادهای بین‌المللی کارگری و به ویژه مردم شوش اینه که از کارگران نیشکر هفتتپه به فوریت با تمام قوا حمایت بکنن، برای اینکه
حمایت از کارگران شکرفتپه و قطع دست مافیای قدرت ثروت که در شرکت شکرفتپه است به عنوان یک الگو میتونه بست پیدا بکنه به سراسر کشور، تا ما کارگران و مردم ایران در واقع یک گام بزرگ میشه برای اینکه از این وضعیت جهنمی خلاص بشیم. از اون طرف در خوزستان 4000 کارگر فولاد دست بانک ملیه، مگه بانک ملی پول نداره؟ بانک ملی یکی از ثروتمندترین بانک های کشوره. 3 ماه 4 ماه کارگر ندادن. هر روز این کارگران دارن تجمع میکنن. یک جا باید نقطه پایانی فراخوان ما اینه، ما مردم، کارگران، کارگران شرکت نفت، کارگران صنایع کلیدی که شما میتونید نقش کلیدی ایفا بکنید، فراخوان ما اینا، یک بار برای همیشه بیایید وسط حمایت بکنید. هممون باید حمایت بکنیم از کارگران فولاد ملی، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و از کارگران بویژه شرکت نشکرفتپه که با حمایتمون باعث بشویم دست مافیای قدرت و ثروت از هفتپه کوتاه بشه و از اونجا در واقع یه نقطه شروعی بشه برای اینکه دست مافیای قدرت و ثروت از سر ما مردم کوتاه بشه. ممنون.